بلندش کردن تمام این گروه از چپ چپ تا یک سری از پادشاهی خواه رفتن زیر پرچمش، از بازاریش گرفته تا معلم و کارمند و کارگرش رفتن زیر پرچم روح‌الله خمینی. مگه یادتون نیست اون موقع ما که بچه بودی فیلماش هست دیگه، داد میزدن روح منی خمینی بود چکنی خمینی. مگه اون کمونیسته تودهیه مگه این شعارا رو نمیداد؟ چرا الان جمهوری خواهه برای اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه قبول نمیکنه بیاد بره زیر پرچم اکثریت برای اینکه یک حرف واحد رو بزنه؟ اصلا شاهزاده رضا پهلوی رو بذارید کنار، شاهزاده رضا پهلوی رو بذارید کنار به عنوان کسانی که سرباز ایران باید باشن. مگه غیر از اینه که همتون ادعا میکنید در خارج از ایران که صدای مردم داخل هستید؟ چرا اون جوانی که رفت توی سال 98 و 96 تیر خورد به خاطر اینکه گفت رضا شاه روحت شاد، باید دوباره صداش در خارج از ایران خفه بشه؟ به چه قیمتی؟ به مصلحت شما، به خاطر حفظ منافع شما، به خاطر اینکه شما دیده بشید، به خاطر اینکه مافیا با اون رسانه‌های گلوبالیستی شما رو بولد کنن ببرن تو رسانه‌هاشون نشونتون بدن؟ خیلی خوشگلید، خیلی قشنگ برای ایران کار کردید، اومدید سال 57 انقلاب کردید، این گندو به قالب زدید. کی گفته دوباره ما مردم ایران نسل جوان دوباره باید بیاد به حرف شما گوش کنه؟ خب جمهوری اسلامی اومد یه سری رسالتی داشت که ول نمیکنه که اسرائیل میخواد از رو نقشه حذف کنه، شما هم یه سری رسالت دارید که ما مردم ایران همش باید به رسالت شما گوش بکنی. به خاطر اینکه به تنیج قبای عده اندکی از جمهوری خواهان بر نخوره، باید پا بذاریم رو خواسته مردم ایران و پا بذاریم رو خون جوانای ایران که از زن و مرد و پیر و جوان و همه ریختن تو خیابون گفتن رضا شاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران. پاسخشون هم شد سرب داغ و مرمی داغ سرکوبگران رژیم تروریستی. حالا شما اومدین دایه مهربان تر از مادر شدید که به خاطر اینکه با جمهوری خواهان متحد بشید صدای پادشاه خواهان و جوانای داخل ایران رو خفه کنید. یک بار دیگه تو برنامه قبلی گفتم شما از ترس مبارزه، چون این کار نیستید، چون فهم و دانش و سوادش رو ندارید، رفتین چسبیدین به سینه گاو. شما نمیتونید همزمان در یک تایم در یک زمان مشخص هم تو بغل مادرتون باشید هم تو بغل دایتون باشید. امروز شما قبول کردین برید تو بغل دایتون جمهوری خواهان، برید اونجا دیگه نگید پادشاه خواه هستید. نمیتونید همزمان هم مادرتون رو داشته باشید هم دایه رو هم نامادریتون رو. چرا جوانای مردم رو گول میزنید؟ این صحبت علی خامنه‌ای جمهوری که مافیا میخوان برای ایران تا ایران رو تیک و پاره کنن، نابودش کردن، به خاک سیاه که نشوندن، اقتصادو که متلاشی کردن، مردمو که به فلاکت و بدبختی کشوندن تمام. الباقی داستان حالا بعد از 43 سال جمهوری اسلامی برود رفرم شکلی بشه جمهوری دموکراتیک و جمهوری ایرانی. چرا؟ چون مافیا از رسیدن ایران به حکومت پادشاهی و به هویت ملی خودش واهمه داره. شماهایی که انقدر رگ گردنتون ورم میکنه میگید ما هم شاهزاده میخوایم مثل شاهزاده عمل کنیم، شما در فهم درست صحبتهای شاهزاده در یک کلمش محروم از درک و شعور کافی هستیم، نمیفهمید. بعد میخواید برید نقش شاهزاده رو بازی کنید زی خیال باطل. سعید جان بفهمید. مرا جان یه لطفی بکن صحبت خامنه‌ای رو دوباره بذار، من بعد از صحبت خامنه‌ای ادامه صحبت رو بدم. اوکی. دو قسمتشو بذار. امروز جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض میکنم
راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این دو کلمه، همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام، جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی. صحبتی که من خواهم عرض کنم به ملت عزیزمون، بحثی است درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. خب ببینید دوستان، اولا که علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری انگلنشان آخوندی رسما اعلام کرد که جمهوری اسلامی ابتکار روح الله خمینی یا روح الله مصطفی بود، نه مردم ایران. خیلی مهمه. ابتکار بگه امام ابتکارات زیادی داشت، حالا این ابتکار کجا بوده بماند، اما مهمترین اون ابتکارات که رمز ماندگاری شده تا به امروز، جمهوری اسلامیه. در دو کلمه، ابتکار خمینی شد دو کلمه، جمهوری و اسلامی. دوستان 43 سال پیش، برگردیم عقبتر، نزدیک 50 سال پیش تا به سال 57، یعنی اون 3 سال 4 سال 5 سال آخر حکومت شاهنشاهی یا 7 سال حکومت شاهنشاهی اواخرش، دنیا تلاشش رو کرد که ایران رو از چنگال ایرانی بیرون بیاره. بیرون آورد. ببینید 4 تا آخونده شپشو مثل رفسنجانی و خمینی و خامنه‌ای دنیا ایران رو از ایرانی نگرفتن. مافیای جهانی بود که ایران رو از ایرانی گرفت. برید مصاحبات شاهنشاه آریامر اواخر یا تو دهه 50، از 50 تا 57 رو برید گوش کنید، صحبت شاهنشاه آریامر با همه رسانه ها رو برید گوش کنید، اونجا متوجه میشید که ایران چه خاری بوده در چشم این مافیای غرب و شرق فرق میکنه جفتش. پس دنیا تلاش خودش رو کرد هویت ایرانی رو سال 57 ازش بگیره. سال 57 شاه نرفت از ایران، پادشاهی از ایران نرفت، هویت ایرانی از کالبد ایران بیرون کشیده شد. خیلی مهمه این. و جاش چی رو گذاشتن؟ ابتکار روح الله خمینی، جمهوری اسلامی. به چه دلیل؟ الان دلیلش رو عرض می‌کنم. در 43 سال گذشته، همین الان رهبر الدنگ جمهوری اسلامی میگه گام دوم انقلاب، یعنی پروژه یا سناریوی گام دوم انقلابشون همون ستا آخوندیه که من در موردش ما صحبت کردیم. خب اینجا مأموریت کلمه دوم تمام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اسلامی. یعنی شما در 43 سال گذشته این تیم مافیا، نمایندگان مافیا، با اسلامیش، فقط با اسلامیش، به اسم اسلام کشتار کردن، به اسم اسلام تفرقه بین ملت ایران انداختن، به این گفتن تو شیعی، تو سنی، تو زرتشتی، تو یهودی، تو کلیمی، تو بیدینی، تو بادینی، به اسم اسلام. به اسم اسلام مردم رو فریب دادن، به اسم اسلام مردم رو محدود کردن، به اسم قوانین اسلامی مردم رو مجازات کردن. و هر آنچه که شما دیدید الان همین
روبای بنفش، حسن روحانی چند وقت پیش اعلام کرد، گفت گرانی ها تقصیر ما نیست، تقصیر خداست. دیدید دیگه، شنیدید، به اسم اسلام زمینه تجزیه ایران رو فراهم کردن، آماده کردن، به عرب نشین، به هموطنان عرب ما در خوزستان، عرب زبان ما گفتن شما از ما نیستی، به هموطن سنی ایرانی در سیستان و بلوچستان و کردستان گفتن تو ایرانی نیستی، ایران مال فارس هاست. کدوم فارس ها؟ خوب دقت کنید دوستان، کلید واژه‌ای که همین مافیا داخل ایران، جمهوری اسلامی و هم شاخه دیگرش خارج از کشور به اسم مخالف صحبت میکنه، این کلید واژه ها رو داره یا نداره؟ میگن ایران توسط فارس ها داره اداره میشه و حکومت ایران، یعنی جمهوری اسلامی، حکومت فارس هاست و داره به اقوام دیگه ایرانی توهین میکنه یا تحقیر میکنه یا ظلم میکنه. حاج آقا مسئلتون، علی خامنه ای آذریست، علی خامنه ای آذریست، رئیس مافیای نفت ایران بیژن زنگنه کرد است، محسن رضایی فرمانده سپاه دبیر شورای مصلحت نظام هموطن عزیز من عربه، شمخانی که دبیر کل شورای فلان جمهوری، شورای امنیت جمهوری اسلامی هست، عربه. و بیا به پایین و برو به بالا، تمام مسئولان جمهوری اسلامی از بخش‌های مختلف ایران گلچین شدن. اون کسی، اون علی تجزیه‌ای که میاد میگه، اونا میگن ملت کرد ایران تحت ستم ملت فارس، حکومت فارس هستن، یکی از این علنگ داره سوال کنه، بگه آقا علی خامنه‌ای که فارس نیست، اصلا کدوم فارس؟ شما میگه فارس به من نشون بدید. اون امپراتوری پارس و اون زبان پارسی یک ریشه 10,000 ساله داره، 10,000 ساله داره که به این اسم و با این فرهنگ و تمدن و هویت شناخته شده، که اون هویت پارسی شامل ترک بوده، لور بوده، کرد بوده، بلوچ بوده، گیلکی بوده، آذری بوده، ایکس بوده، ایدگم بوده، به این مجموعه است. این مجموعه رو خوب دوستان دقت کنید، بخوام راز ماندگاری و راز رفتن جمهوری اسلامی رو از زبان خود علی خامنه‌ای براتون بگم. 2500 سال تاریخ مکتوب شاهنشاهی ایران داره یا نداره؟ بگید دوستان داره یا نداره؟ تو این دو که بیشتر از نرخوند از این 4000 خورده ایه تاریخ شاهنشاهی ایران، راز ماندگاری ایران چی بوده فکر میکنید؟ چی بوده راز ماندگاری ایران که اون ایران همینقدرش امروز برای ما مونده؟ چی بوده رازش؟ هویت ایرانی بوده، پادشاهی ایرانی بوده. حالا ما توی این مثلا پادشاهان بد داشتیم، پادشاهان بیلیاقت داشتیم، سلطانهای بیلیاقت داشتیم، اما پادشاهانی هم داشتیم که 100 برابر جبران کردن عملکرد دیگران رو. اما چیزی که مهمه اینه که این ایران از حداقل 2500 سال پیش تاریخ تمدنش تا به امروز، نه تا به امروز، تا به سال 57 حفظ شد، اون ایران حفظ شد. اما اینا اومدن این دنیا برای اینکه اون ایران رو نابودش کنن، روح هویت ملیش رو ازش گرفتن، به جایش یه چیزی به اسم جمهوری و اسلامی چپوندن. ابتکار خمینی نبود، به خمینی گفتن تو اینو باید پیاده کنی، دلایلش هم بارها گفتیم. 43 سال به اسم اسلام تمام زیر مجموعه ها و زیر ساخت های نابودی ایران رو فراهم کردن، به اسم خمس، به اسم زکات، به اسم کوف، به اسم زهرمار، به اسم امت مسلمان، به اسم اینی که این غنایم از آن اسلام است و باید به امت داده بشود، به اسم این که بریم تو سوریه، یمن، فلسطین، کوف، زهرمار، پول ملت ایران رو هزینه کنیم، اونا برادران دینی ما هستن، به اسم این که دلیل دشمنی من با این کشور در مذهب و دینم خلاصه شده. و همه این اتفاقات رو 43 سال برای بر اساس اون کلمه دوم خمینی آماده کردن. حالا گام بعدی که نابودی ایران چیه؟ استفاده از کلمه جمهوری. شما بیایید به من نشون بدید یک انتخابات جمهوری اسلامی از ابتداش تا همین الان که مهندسی نشده باشه. یه دونه بیایید نشون بدید، یه فلان رئیس جمهور مهندسی نشده.
چون اون مهندسین شد در کنترلشون بود، با اسلامش پوست ایران رو کندن. حالا اسلامه میره کنار، اون مهندسیه در آینده برداشته میشه و یک جریان دیگه میاد سر جاش. پسوند اسلامی میره، پسوند فدرال میاد، پسوند دموکراتیک میاد، پسوند ایرانی میاد پشت اون جمهوریه که حالا بعد اون جمهوریه برسن. پس اون کسی که میاد امروز میگه من مخالف جمهوری اسلامی هم، وقتی خود رهبر الننگش داره میگه اگر میخواید من نباشم، آقا برعکس صحبت خامنه‌ای میشه این، اگر ملت میخواید جمهوری اسلامی نباشه، اگر میخواید آزاد بشید، اگر میخواید زناتون تنفروشی نکنن، اگر میخواید تمامیت ایران حفظ، ارضی ایران حفظ بشه، اگر میخواید محیط زیست ایران نجات پیدا کنه، اگه میخواید یه مدیریت درست بیاد توی ایران، اگه میخواید حقوق شهروندی در ایران رعایت بشه، اگه میخواید هر ایرانی به حقش برسه، اگه میخواید افتخار ایرانی بهش برگرده، اگه میخواید شکوه ایرانی بهش برگرده، اگه میخواید منطقه آروم بشه، اگه میخواید دریای کاسپیانتون رو روسیه نبلعه، اگه میخواید خلیج فارستون رو چین نبلعه، اگه میخواید سیستان و بلوچستانتون رو جدا نکنن، اگه میخواید آذربایجان و کردستان و خوزستان از ایران جدا نشه، خامنه‌ای میگه رمز ماندگاریش، یعنی اگر نمیخواید اینا رو، باید به جمهوری نه بگید، باید به جمهوری نه بگید. فرق نمیکنه جمهوری اسلامی یا جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکراتیک، کد واژه جمهوری. شما فکر میکنید در روسیه جمهوریه؟ اسمش نظام جمهوریه دیگه. شما فکر میکنید در روسیه جمهوریه؟ نیست. سلطانی داره به اسم پوتین. در اسرائیل فکر میکنید جمهوریه؟ نیست. سلطانی داره به اسم نتانیاهو و در جاهای دیگر. بنابراین سوال من از هموطنانمون اینه، آیا میخواهید جمهوری اسلامی نباشد یا خیر؟ اگر میخواهید مصلحت رو کنار بذارید و برگردید به آن چیزی که آمد، آن چیزی که آمد، آن چیزی که رفت، ببخشید، آن چیزی رو که بردن جمهوری رو آوردن جاش، یعنی نقطه مقابل 100% جمهوری اسلامی چیه؟ بازگشت به هویت ایرانیه. آقا میخوای جمهوری اسلامی بره؟ میخوای جمهوری اسلامی بره؟ با بچه‌های داخل ایران هم صدا شد. اونا میگن بازگشت پادشاهی. شما مثل جن بسم الله دیگه، اینم یه مثالی تو چیزا خودمون میگن جن بسم الله. علی خامنه‌ای میگه راز ماندگاری ما در جمهوریته، جمهوریت که اینا مد نظرشونن. خیلی خوب، پس تو اپوزیسیون چرا میای همصدا با اون میشی؟ تو چرا میای میگی من جمهوری خواهم؟ خب خامنه‌ای هم جمهوری خواه بود، فرق تو با خمینی چیه؟ بگید آقای خمینی جمهوری خواهم، بیان بگم فرق اینها با جمهوری چیه؟ کلید واژه رفتن جمهوری اسلامی، زدن جمهوری و زدن اسلامی یا هر پسوندی دیگه‌اش، کلید واژه جمهوری باید از ایران رخت برکند تا ایران نجات پیدا کنه، به همین سادگی و به همین خوشوازگی. اینو دیگه نه من گفتم نه مهران کرامپور، علی خامنه‌ای گفت. گفت میخواید من نباشم؟ میخواید من نباشم؟ با جمهوری مخالف باشید، به همین سادگی. حالا من دارم میگم چون دیگه دیر وقت داره میشه، جناب کرامپور بعد از شما صحبت رو ادامه بده. سوالم از هموطنان 57 اینه، دوستان اگر میخواین ما ملت ایران پیروز بشیم، شما قبل از 57، منظورم روشن فکران 57، منظورم افراد عادی نیست، پدر مادر ما خودمونم 57 هم دیگه، ما رو اون دوره، ما اولین کاری که شما باید بکنید اینه که قبول کنید به وجدانتون سال 57 باختید، قبول کنید به علم و شعور و دانشتون باختید، قبول کنید به ایران و ایرانی خیانت کردید، قبول کنید آن چیزی که شما فکر میکنید درست است درست نیست، قبول کنید از خر خریتتون بیاید پایین. وقتی همه اینا رو قبول کردید، وقتی همه اینا رو قبول کردید، میایید میبینید عملکرد شما در اون روزگار چی بوده. نابودی ایران، ببینید دوستان، ملت ایران علی خامنه‌ای و حسن روحانی و رئیسی و کشت و زرمار ایران رو نابود نکرد، ایران رو 57 های نابود کردن که فریب صحبت های خمینی و امثال اینا رو خوردن.
ایران رو کسانی نابود کردن که با پول ملت ایران اومدن توی اروپا و آمریکا درس خوندن، شدن تبر، تبر تیز و برگشتن ریشه ایران رو زدن. آقا علی خامنه ای و تیم جمهوری اسلامی کی میگه عدم مدیریت داره؟ من به شما میگم اتفاقا مدیریت جمهوری اسلامی بسیار بسیار قوی در پیاده کردن مأموریتشه. جمهوری اسلامی مأموریت داشت ایران رو نابود کنه و چه؟ شما به من نشون بدید یک کشوری در جایگاه ایران 57 کی میتونه ظرف 43 سال ویرانه ای ازش تحویل بده؟ کی میتونه؟ اتفاقا مدیریتشون خیلی دقیق بود، اتفاقا کالاییشون خیلی بالا بود، منتها بالا توی چی؟ توی ویران کردن ایران. خمینی گفت، آقا خمینی یک کلمه دروغ نگفت، هر چی گفت انجام داد. ما نخواستیم بشنویم. خمینی مگه نگفت پوستتون رو میکنم؟ مگه نگفت اسلام خون میخواهد؟ مگه نگفت این قوانین اسلام من میگم بدم به امت؟ مگه نکرد همه این کارو؟ پس خمینی گفت آقایون نوری اعلی و نوری اعلاها، شریعت مداری ها و دیگرانتون، شما من یه به قول معروف یه دوراهی میذارم، یا نمیدونید یا نمیدونید یا میدونید و دارید بازی میکنید. من اتفاقا میگم شما میدونید و دارید بازی میکنید، چون حرفای خامنه ای که الان گفت جمهوری اسلامی با حرفای شریعت مداری یکی، هیچ فرقی نمیکنه. حرفای خامنه ای با حرفای نوری علی یکی، هیچ فرقی نمیکنه. حالا دیگرانش رو ما دو تا رو مثال میزنیم، فکر نکنید خیلی فلانم. میخوام اینو بگم دوستان، شما 57 یا روشنفکران 57 و بقیه ملت ایران، ما باید همصدا بشیم، چیزی رو مطرح کنیم، چیزی رو بگیم که جمهوری اسلامی از بیخ زده بشه. اگر گفتی من دنبال جمهوریم، مهدی خلعلی از داخل ایران میگه من دنبال جمهوریم، زیبا کلام هم میگه من دنبال جمهوریم، حالا کدوم جمهوری؟ همون جمهوری که در آینده خواهید دید. اما اگر گفتی من میخوام برگردم به هویت ملی خودم، دیگه تو اون بازی زیبا کلام وارد نمیشه، دیگه تو اون بازی تاج‌زاده نداری، دیگه تو اون بازی حسن روحانی و خاتمی و ایکسویلی نداری، تو اون بازی ملتی رو داری که این ملت مصلحت رو گذاشته کنار و میخواد برگرده به هویت خودش. بابا پادشاه قانونی ایران میگه اجازه بدید جمهوری اسلامی بیفته، بعد ملت بیان انتخاب کنن هر چیزی که انتخاب کردن. آقای جمهوری خواه ترستون از چیه؟ وحشتتون از چیه؟ خب ملت میان انتخاب میکنن دیگه. چرا میاید هم صدا میشید با خود جمهوری اسلامی؟ یه دلیل داره، ماندگاری جمهوری اسلامی همینو بس، ردخور هم نداره، استثناء هم درتون نداره. باید ایرانی ها جمع بشن، از پادشاه ایران، از پادشاهی که داریمش، ایشون 63 سالشه، ملت ما ملت ایران فرصت آنچنانی نداریم که فکر کنیم، مثل عربستان هم 2500 تا شاهزاده نداریم. ما یک شانس داریم، شانس و رمز ماندگاری ملت ایران و کشور ایران. اگر این فرصت دست داده بشه به اسم دموکراسی، به اسم حقوق نمیدونم کوف، به اسم زهر مار، به اسم آزادی نمیدونم فلان، اگر این فرصت در دست ملت ایران داده بشه و این چی میگن ریسمان حفظ تمامیت ارضی ایران به هر دلیلی بریده بشه، ما چیزی دیگه به اسم ایران نخواهیم داشت. حالا تویی که خارج از ایرانی و اونی که داخل ایرانه، باید و باید یک صدا یک چیزی رو بگیم. میخواد بگی نه به جمهوری اسلامی، بگو جاوید شاه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اومد که جاوید شاه نباشه. جمهوری اسلامی نیومد که اون یکی جمهوری خواه نباشه، نه، همه تون توی جمهوری خواه بودید. خیلی مهمه دوستان این مطلب که باید حتما بهش پرداخته بشه. بفرمایید نوران جان، من خیلی صحبت کردم. خواهش میکنم، حرفای گفتنی گفته شد، فقط من یه سری مطالب رو تکمیل کنم. همین اگه میشه دوربین من یه لحظه ببن، یه سری مطالب فقط تکمیل میکنم چون گفتنی ها رو جناب قاسمی اشاره کرد. 43 سال جمهوری هر کاری دلش خواست در ایران، هم با
آب، هم با خاک، هم با مردم ایران، هم با اموال مردم ایران انجام داد. از سال 57 تا به امروز عواملی که باعث اومدن روح‌الله خمینی و جمهوری به ایران شدند، تا به امروز عواملی که باعث ماندگاری شدند، همه به مردم ایران بدهکارن. همه به ارتش ایران بدهکاری، چون سال 57 و سال 58 موقع تیربارون‌ها که فرماندهان و امیران ارتش شاهنشاهی رو میذاشتن سینه دیوار تیربارون میکردن، شما نسل 57ی روشن فکر نما خیانت کردید، امثال حسن شریعت مداری ها، امثال اسماعیل نوری علی ها، حشمت تبرزدی، محمد نوری زاده، همه اینها. کی گفته که طبق کدوم قانون، طبق کدوم قانون در کجا این نوشته شده که کسانی که عوامل کشتار مردم ایران بودن باید بخشیده بشن به امیراتی؟ بدون دادگاهی کی گفته باید بخشیده بشن؟ چرا اینا ترس و واهمه چهار ستون بدنشون رو گرفته؟ من بارها این جمله رو گفتم، 99% اینها بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی جرأت نمی کنن پاشون رو بذارن تو ایران. کسانی هم که توی ایران هستن مثل حشمت الله تبرزدی و نوریزاد، مطمئن باشید بعد از پیروزی ایران نخواهند بود، چون اینها پول گرفتن که مردم رو بکشونن تو تله. حالا قبول نمی کنید، تاریخ به شما ثابت خواهد کرد. امثال نسرین توده، نسرین ستوده، اینقدر گفتم توده ای، اینم شد توده ای، امثال نسرین ستوده ها، نرگس محمدی ها قطعا ایران نخواهند موند، چون پولشونو گرفتن. اینها از الان بولد شدن که بعدن بیان خارج از کشور، تازه اینا بیرون بچن اپوزیسیون حکومت بعدی که مردم میخوان انتخاب کنن. این یعنی بازی سیاست. از امروز بذر میکاره برای 40-50 سال دیگه برداشت میکنه، امروز نمیاد بولدش بکنه که همین امروز برداشت بکنه. کسانی که امروز مردم رو داخل ایران رو سرکوب میکنن، صداشون رو خفه میکنن، مردم رو میکشونن توی گوشه رینگ میزنن، چپ و راست میزنن، میگن جواب نباید بدید، نباید پادشاه خواب باشید، نباید اعلام بکنید به کسی، شعار ندید، نگید جاوید شا، فرزون شاهزاده و اینا رو نیارید بالا. شما دارید خیانت میکنید، باید جوابگو باشید، جوابگو این مردم باید باشید. اینا فراموش نمیکنن. کسانی که به بهانه ترام مردم رو دارن تفرقه ایجاد میکنن بینشون، مخصوصا طیف پادشاه خواهی رو در طول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متلاشی کردن و متوجه نشدن، رفتن تو تله سیستم امنیتی که پادشاهی خواه سایه هم دیگر با تیر بزنن. باید جوابگوی مردم باشید در آینده. شمایی که یه روزی میشنوید که نوید افکاری رو اعدام کردن، بعد میشینید عکس پروفایلتون رو سیاه میکنید، مشکی میکنید و نمیدونم فلان میکنید، چجوری پا میذارید روی خونه نوید افکاری ها؟ چطور موقع نوید افکاری برای شما ابزار دیده شدن بود، ولی امروز صدای نوید افکاری شدن برای شما جرم محسوب میشه؟ میگید نه، دیگران اگر خواسته باشن صدای نوید افکاری ها و دیگرانی باشن جرمه؟ میشه مزدور بودن جمهوری اسلامی؟ ولی شما که میگید صدای اینا رو خفه کنید، نذارید صداشون بیاد بالا، شما خیلی میهن پرستید که طرفدار جمهوری هستید، که روح الله خمینی و علی خامنه‌ای هم همین حرفا رو مثل شما میزنن. تکلیف رو معلوم کنید برای مردم ایران. ما نمیدونیم یعنی مردم ایران باید بفهمن بالاخره قسم حضرت عباس شما رو قبول کنن یا دوم خروس که از زیر دامنتون زده بیرون، از زیر کتتون زده بیرون، کدوم ها رو قبول کنن؟ کی گفته که اسماعیل نوری علا در زمان حکومت شاهنشاهی با خانومش باید بیاد جز تروریست ها باشن
بخوام حکومت پادشاهی رو سرنگون کنم، بعد که سرنگون شد بهشون قدرت ندادن، با تیپا زدن در کنشون در رفتن، حالا بیان دوباره بگن اینا هم باید سرنگون بکنیم ما بشیم یه کاره. کی هم چی حرفی زده؟ طبق کدوم رسالت؟ طبق کدوم وحی منزل؟ طبق کدوم بارونی که از زمین به آسمون باریده؟ کجای اینو گفتن؟ روی کدوم سنگ نوشته شما دیدید یه همچین قوانین نانوشته ای رو حک کرده باشن که وحی منزل باشه برای یک نسلی که نسخه های یک سری آدم روانپریش بیخرد خودفروش رو برای نیم قرن، برای بیش از نیم قرن گوش کنن؟ شما بازی های رسانه‌ای رو ببینید. از زمان حکومت شاهنشاهی رادیو فراکسیون های دانشجویان مخصوصا حزب توده، رادیو اسرائیل مخصوصا منشا امیر، مینیوش ساتمچی، علیرضا نوریزاده، نوریزاد، شهرام شارلاتان، تمام اینها، بعد الان همه اینا دوباره شدن چی؟ کاسه داختر از آش. تو تمام رسانه های ضد ایرانی هم حضور دارن، از محسن سازگارا، از شهریار آیی، از نمیدونم رامین پرهام، همه اینا دیگه. بعدتر از این نسل نوشون هم که تحکیم وحدتی ها یک به یک همه اومدن اونجا دیگه، زنبیل گذاشتن بلکن معامله هم نیستن، میرن اونجا یه مشت عراجیف میگن و الان هم که همه زدن تو به تیپ و تاپ هم دیگه دارن پته هم دیگه رو میریزن رو آب. تمام این دنگ و فنگایی که شما دغدغتونه توش وقت دارید واقعا دغدغه مردم ایران هم داشته باشید؟ دغدغه آزادی ایران هم داشته باشید؟ هر منه قمری رو میبینی میرسه، عزرا میرسه، توسط یه سری مافیا و توسط یه سری از اطرافیان شاهزاده میچستن به شاهزاده، مثل امیر عباس فخرآور و امید بیشرف نادان و مثل خیلی دیگه، مثل همین امیر حسین اعتمادی و عرازل و عباش و عره و رو و شمسی کوره، با اسم شاهزاده رضا پهلوی و خاندان ایرانساز پهلوی میان بالا، بعد شمشیر میکشن شروع میکنن، خاندان ایرانساز پهلوی رو میزنن، برای خود شاهزاده شمشیر میکشن، برای مردم ایران شمشیر میکشن، شروع میکنن عراجیف گفتن که چی بشه؟ آخرش بشه جمهوری دوباره. آخرش چی بشه؟ مردم از پادشاهی زده بشن، مردم از حول محور سامانه پادشاهی پراکنده بشن، متمرکز نشن، منسجم نشن. و الا چرا باید یک تجمع، یک همایش بیش از 15,000 نفر امروز برسه به 50-60 نفر، برسه به 20 نفر؟ اینجاست که نسخه هایی که سیستم های امنیتی و جاسوسی تجویز میکنن، آموزش هایی که میدن، درس هایی که توی جمهوری اسلامی یاد گرفتن، همه اینها داره کمک میکنه. بعد یک سری دوستان نادان خاله خرسه، بدتر از خاله خرسه هم افتادن وسط، دارن طیف پادشاهی رو میکوبن، دارن به ضرر خودمون کار میکنن. شما ارزه نداری پادشاهی خواه رو جمع کنی، زیپ دهن رو بکش، کرکره مغازت هم بده پایین، برو یه گوشه بشین، شما برو پستت رو بخور. چی کار داری اصلا به مبارزه؟ شما 43 سال به مردم ایران بدهکارید، 43 سال به مردم ایران هنوز بدهکارید شما بابا. بس کنید این عراجیفو. کسانی هم که توی سال 57 درگیر نبودن، تو اومدن جمهوری اسلامی نقش نداشتن، در بقای جمهوری اسلامی نقش نداشتن، اما اشتباه عمل کردن و عامل بقا شدن، شما هم جوابگو هستید به مردم ایران. شما هم باید جواب خونه بچه های مردم ایران و پدر مادرشون و زن و بچه هاشون رو بدید. شما هم دستتون به خونه مردم ایران آلوده است. صرف این که توی اروپا تو آمریکا نشستین اونجا نبودین تیر شلیک کنین یا دستور قتل عام بدید که نشد حرف. عوامل بقای جمهوری اسلامی در خون مردم ایران شریک هم باید جوابگو باشن. برای خودتون فکر نکنید در سایه و در سایل امن نشستید هیچ اتفاقی براتون رخ نخواهد داد. شما با نسلی روبرو هستید که برای رسیدن به خواستش از روی خودش گذشته، اینو بفهمید، از جون خودش گذشته، اینو قشنگ
با پوست و گوشت و استخونتون بفهمید. نسلی که برای رسیدن به خواستش و مطالبه حقوق حقی خودش جون خودشو میذاره کف دستش، میاد کف خیابون تیرو میخوره ولی کوتا نمیاد، از شماها گذر نمیکنه. هر کسی میخواید باشید، باشید برای خودتونید. در هر جایگاه علمی و فرهنگی و دانشی و سیاسی هم هستید برای خودتونید. برای مردم ایران نمیتونید نسخه تجویز کنید و بعد فکر کنید که هیچ کس بهتون کاری نداره، هیچ کس هم نمیگه بالا چشتون ابرو. نه، اون ممه رو دیگه لولو برده. 43 سال مردم ایران زجری رو تحمل کردن که دیگه حواسشون جمعه. اگر شماها بذارید از صد جمهوری اسلامی رد بشیم، که به خاطر همینم میترسید نمیذارید از صد جمهوری اسلامی رد شیم، چون مغازهاتون تعطیل میشه، منابع درآمدیتون تعطیل میشه، دکونتون بسته میشه، بعد مردم ایران میدونن چی کار باید بکنن، پای صندوق رای به چه نوع حکومتی رای بدن که نسل آیندهشون در یک کشور امن زندگی بکنه، در یک کشور زندگی بکنه که راندخاری و رفیق بازی از بالاترین رده کشور تا پایینترین رده کشور جایی نداشته باشه، بر اساس شایسته سالاری کشور مدیریت بشه. کسی خطا کرد، کسی خیانت کرد، کسی رشوه گرفت، کسی خواست رانت بازی در بیاره، بلا فاصله بره دادگاه و جوابگو باشه، به شرط این که شما مردم بذارید، شما مردم، مردمی که شما مردم، منظورم شما مردمی که اومدید سد راه جوانای تو ایران شدید بذارید، شماهایی که اومدین جمهوری اسلامی رو با دستتون گرفتی هی دارید با پا میزنیدش. سعید جان ویدیو بعدی رو نشون بدم یا نه نمیخواد دیگه؟ چی بود؟ خدمت عرض کنم که الان ما 3 ساعت و 45 دقیقه برنامه داریم رفته برنامه. حالا اون ویدیو پسر رو چند دقیقه یه دقیقه است، باید اون قسمتش رو پس پیدا کنم. سب کن آن نه اون رو پیدا کن، دوست رو لطفا توی فیسبوک و ماری دیگه نشم کنید. شما رو به تماشای این مسیحی تعریف میکنید. برید و بحثی از دوانده از توی رستاخیز سیمور پچ میشه لایت توی یوتیوب، توی رستاخیز سیمور یکم میاد، حتما برید اونا رو پخش کنید. و میانه تمام راکنش ها ساخته آخر جای خود رو پخش میشه مرد جوان و آخر فیلم بسازیم جشنواره مردمی فیلم عمار. تبلیغ بشم دیده ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ پخش مستند پایان بازی واکنش ها و بازخورد های فراوانی رو ایجاد می کنه. اندوان کمک کرد به من برای تشابه. در میان تمام واکنش ها مصاحبه یک مرد جوان با بی بی سی فارسی کمتر به چشم می رد. در مجموع باید گفت کاربران شبکه های اجتماعی اکثرا از تایید تلویحی حرف ها و سند های مستند در این مصاحبه سخن می گرد. اما مهمتر از متن و حرفان گفته بود خود شخصیت مصاحبه شونده. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران. بنابر اخبار رسانه‌های آمریکایی، نامزد اصلی نمایندگی دولت آمریکا در امور ایران واعظ بوده که در مراحل آخر جای خودش رو به رئیس رابرت مالی میده. متولد شهرستان خانسار، 35 ساله. هنوز 21 سالگی رو تموم نکرده که به عنوان خبرنگار در رادیو آزادی CIA مشغول به کار شده. بگو سعید. خب این دوستان، این شخصی که الان دیدید، اینم مستند قسمت دوم همین مستندی که جمهوری اسلامی نشون داد، آقای علی واعظ،
برید از FTD، از نفدی، از آقای کامران خونسالینیا یا سعید گنجی یا امثال اینا سوال کنید، بگید رابطه شما با بنیاد FTD یا بنیاد دفاع از دموکراسی ها چیه، بگید رابطه شما با برند و شفر چیه، و بگید رابطه شما با همین علی واعظی چیه. آقای کامران خونسالی و مجموعتون که پرچم شیر خورشید هم گذاشتید پشت سرتون، میخوام به دوستان بگم که این افرادی که دارید میبینید اینها مهره های بعدی بازی اصلاح طلبان جدید هستن. همون نماینده سروس، همین شخصی که الان دارید میبینید، نماینده سروس، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، بخش گروه بحران خاورمیانه و بین المللشون هم، این افراد که دارید میبینید هم فارسی زبان، انگلیسی هم پرفکت صحبت میکنن، چون دانش آموخته دانشگاه های انگلستان و آمریکا و فرانسه هستن این جک و جلوبرهایی که دارن برای ما بازی میکنن. اما نشان و پرچمشون این بار پرچم شیر خورشیده. من تو قسمت قبلی صحبتم این جمله رو یه کردم بگم و بعد دیگه خداحافظی کنم از دوستان، گفتم این بازی ها و این سناریوها و این جریاناتی که ما داریم صحبت میکنیم تا 1400-1401 و دو داره اتفاق میفته چی بود؟ شما در انتصابات روبرو در آینده نزدیک میبینید که قبلا ما تو برنامه هم گفتیم، آینم بگم دوستان، اتفاقا حکومت آمریکا ما تو برنامه مربوط به FTD یا برند و شفر اون لینک مقاله هم گذاشتیم، توضیح هم دادیم، حکومت آمریکا علاقه خیلی خیلی خاصی داره که رئیسی، همین رئیسی که شما دارید میبینید داخل ایران که بهش میگن جلاد المؤمنین، که جلاد المؤمنین هم هست، همه شون هستن، بشه رئیس جمهور ایران. یعنی حکومت آمریکا قبل از ترامپ، بعد از ترامپ، اون یکی قبل از قبلی ترامپ علاقه بسیار بسیار خاصی داره که رئیسی بشه رئیس جمهور ایران، و این اتفاق داره میفته و افتاده عملا. حالا رئیسی که بشه رئیس جمهور ایران، حسن خمینی شد قطب مخالفان این جریان جمهوری اسلامی، یعنی جریان اصولگرایان نماد شد حسن خمینی، و اپوزیسیون، بخشی از اپوزیسیون هم اتفاقا داره حسن خمینی رو باد میکنه. حواستون به این جریانات باشه دوستان، کسانی که احمدی نژاد رو دارن حمایت میکنن در خارج از کشور، کسانی که حسن خمینی و تایزاده و مایزاده و این علگوار دارن میکنن حمایت میکنن در خارج از کشور، اینها همشون با اون بخش داخلی که از جمهوری اسلامی ریزش میکنه، یعنی جناح اصلاح طلبی نابود میشه، تمام اینها میان زیر عبای حسن خمینی. ابراهیم رئیسی یک دوره کوتاه ریاست جمهوری خواهد داشت و بعدش اعلام مرگ خامنه‌ای میشه، رئیسی میره میشه حالا یا به اسم سرپرست رهبری، شورای رهبری، قائم مقام رهبری، یا هر اتفاقی دیگه میاد این به اون سطح میرسه. مشتبه خامنه ای رو در یک شامورتی بازی بعد از یک مدتی بعدش به مقام ولایت فقیهی خواهند نشون، و مخالف این جریان هم همه مخالف ها زیر چتر حسن خمینی هم، و این حسن خمینی چون با مشتبه خامنه ای گاه بندی کرده و گاه بندی داره و با هم شریک هم در غارت کشور ایران، اون جریان مخالف رو خیلی راحت سرش رو به تیر برق خواهد کوبید و در یک تعامل شامورتی بازی قهرمانانه جمهوری ایرانی یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری فدرال رو تا 50 سال آینده اینا برنامه ریزی میکنن که ایران به صورت فدرال اداره بشه، و بعد از یک مدت کوتاهی که اداره شد به صورت فدرال، جنگ های داخلی رو در شکل خواهند داد همین جریانات، و تجزیه و نابودی کشور ایران و برادرکشی و ایرانی کشی توسط ایرانی به خواست مافیا، توسط این افراد و این جریان ها در ایران شکل بگیره. بسیار بسیار مهمه که دوستان بدونید اگر میخواییم ما ملت ایران این بازی رو به هم بزنیم و زیر این میز بزنیم، فقط باید یک حرکت بشه. اون حرکت چیه؟ اون حرکت باید یک نماد ملی داشته باشه. اون نماد ملی هم فقط باید چیزی باشه که جمهوری اسلامی و مافیای پشت سرش به وحشت بیفتن. میدونید چیه؟ همون راز ماندگاری جمهوری اسلامی که خامنه‌ای گفت. اگر میخواید واقعا جمهوری اسلامی بره، آقایونی که و خانمایی که تو خارج از کشور هستید، کسایی که میگید ما جمهوری خواه هستیم، کسایی که از اون بر حقوق بشری دارید میفتید پایین، یه نگاه به ملت ایران بندازید. اونایی که انقلاب کردید، فرار کردید،
امثال نوری علاها و دیگرانتون، شهر و شرگاتان ها و دیگرانتون، یا اونایی که تو رسانه های فارسی زبان کار میکنن، یه نگاه به مردم ایران بندازید. دلتون برای این ملت نمیسوزه؟ نسوزه. دلتون برای طبیعت ایران نمیسوزه؟ آقا ایران داره به ورشکستگی آب، منابع آب زیرزمینیش، یعنی رسیده، اصلا رد کرده، یعنی جنگ آب داریم تو ایران. زیست ایران نابود شد. ما در نزدیک 5 یا 7 هزار روستای ایران سکنه ندارن، یعنی آدم توش زندگی نمی کنه. بدونید چراشون بیابانش کردید. شما 57 یا کردید. علی خامنه‌ای نکرد، روح‌الله خمینی نکرد، شما کردید. شما ایران رو توی سینی طلایی به خاطر حماقت خودتون تقدیم کردید به کسی که گفت من میخوام بیام ایران رو ویران کنم. شما میدونستید، شما این اجازه رو، شما در ایران رو باز کردید به این روی این عراض نوباش. شاپور بختیارهای خائن این کار رو کردن، قدرت الله همایونهای خائن این کار رو کردن. بنابراین بیاید حالا دلتون بسوزه، تو خارج از کشور چجوری میتونید برید مرغ و گوشت و ماهی و لبنیات و برنج و کوفت و زهرمار بخرید بخورید و همچنان در خریت و رنج و وقتی خودتون اصرار کنید؟ یه نگاه به داخل ایران بندازید. روغن 180,000 تومان قوطی روغن مایه گیر ملت نمیاد، برنج گیر ملت نمیاد، آب گیر ملت نمیاد، برق دیگه ملت ندارن. و این کار رو شماها کردید. جمهوری اسلامی گفت من اومدم که ویران کنم و شما باش اجازه دادید. حالا اجازه که دادید سرتون رو بخوره. 44 ساله، 43 ساله با خریت خودتون که پاتون رو کردید توی کفش که ما جمهوری میخواهیم، فقط جمهوری، ایران رو ویران کردید. شما در خارج از کشور ضرری نکردید. نهایت ضررتون در خارج از کشور میدونید چی بوده؟ پدر مادرتون اومدن دیدن تو پدر مادرتون تو ایران مردن، نتونستید برید سر قبرشون که خیلی از اونم رفتید. شما ضرر نکردید. ضرر رو ملت ایران، نه این ملت، نه این نسلی که الان تو ایران داره زندگی میکنه، نسلی که قراره 50 تا 60 سال دیگه بیاد توی ایران زندگی کنه، ضرر رو اون کرده. شما 10 نسل ایران رو سوزوندید. شما ها سوزوندید. حالا یک فرصت دارید، نه اینکه فکر کنید قدرتی هستید، نوری علاها و شریعت مداری ها، نه اینکه فکر کنید قدرتی هستید و دیگرانتون، نه قدرت نیستید. شما مانع، شما نخاله های هستید که بین این چرخ‌دنده ملت ایران گیر کردید و نمیخواید بیرون بیاید. میدونید چرا؟ چون اون کسی که داره به شما هزینتون رو میده و پولتون رو میده، جریان سازی براتون میکنه، اون دنبال نابودی ایرانه و شما عملا آمدانه و از روی آگاهی علارغم اینی که دارید جلوی چشمتون میبینید همچنان اصرار بر خریت میکنید. آقا یاد بگیرید از پادشاه ایران، یاد بگیرید از شاهزاده رضا پهلوی. ایشون به عنوان وارث قانونی اون تاج و تخت میگه آقا من از حق خودم میگذرم، من امروز ایران برام مهمه، بیاید ایران رو نجات بدید. مگه نمیگه؟ مگه توی پیمان نوبلش نگو حسن شریعت مداری و دیگران ما به عنوان جمهوری خواهان دنبال جمهوری ایران هستیم؟ دارید میشنید دیگه. چرا اصرار رو اون جمهوری داره؟ چون این مردم ایران دستاش دست هم نره. بزرگترین فرصتی که ملت ایران دارن، بزرگترین و تنها ترین فرصتی که ما ملت داریم دوستان، یه چیزه: بازگشت به هویت ملی ایران و پادشاهی ایران. این پادشاهی بند نافش فقط و فقط به دست شاهزاده رضا پهلویه. حالا ایشون 63 سالشه. آقا ملت فرصت نداریم. اصلا شما فکر کنید ایشون 10 سال آینده برسه به 73 سال 75 سال یا آقا اصلا دیگه من خسته شدم، خب من دنبال زن. ایشون نمیگه. ولی شما فکر کنید بعد میخواید چیکار کنید؟ بعد میخواید به کی آویزون بشید؟ بعد میخواید از کی کمک بگیرید نجاتتون بده؟ نه اینکه شاهزاده رضا پهلوی بتمن یا سوپرمن باشه، نه، بحث من اینه که با ایشون همدل و همراه بشید، با مردم داخل ایران همراه بشید، جفتک به تاق طبیله بزنید. یعنی اگر میگی من پیمان نوین رو قبول دارم،
برید پیمان نوین رو بخونید. تو پیمان نوین ما تو برنامه 4 ساعته گفتیم خطکشی های ایشون مطرح کردن، گفتن آقا این افراد رو میبینید اینا این بره خطن، این افراد با جمهوری اسلامی هست، تجزیه طلب با جمهوری اسلامی هست. گفت اون کسی که میاد میگه من جمهوری خواهم با جمهوری اسلامی هست، اصرار میکنه ما پادشاهی خواهم که نگفتیم، ما همه الان بریم پادشاهی رو برگردیم، پادشاهمون میگه ملت بعد از سرنگونی انتخاب کنن. آقای شریعت مداری تو هم حاضری همچی کاری بکنی؟ آقای دیگرانتون حاضری که همچی کاری بکنید؟ نه، ما امروز به اسم دموکراسی دنبال جمهوری هست. دیدید دیگه خود نمیشه. برای این دوستان بسیار بسیار مهمه این مطالب که گفته شد و در من قول میدم حالا اگر بتونیم البته جمع کمالپور هم امضا کنه تنفیز کنه برنامه FDD رو به زودی، شاید هفته آینده یا هفته بعدش، احتمالا تو همین هفته اون بخش FDD که بسیار بسیار مهمه اونم مطرح کنیم، بعد خواهید دید اپوزیسیون ما دست کی افتاده. یه چیزی اینجا من بگم به شهرام شربتان قبل از اینکه برم. آقای شهرام شربتان 3 سال و نیم 4 سال پیش رستاخیز سیمور اپوزیسیون رو به 3 دسته تقسیم کرد. اپوزیسیون ایران عبارتند از تجزیه طلب ها، جمعی تجزیه طلب ها، اینا اپوزیسیون ایران هست. اپوزیسیون مردم و مردم ایران، اینا اپوزیسیون ایران هم چون ایران رو نمیخوان باشه، اینا مخالف تمامیت ارضی ایران هم، تجزیه طلب ها. اپوزیسیون مردم ایران و اپوزیسیون خاندان پهلوی، جمعی 57 ها، تودهی، چپی، رودهی، مصدقی، کوف، زهرمار که دارید میشن، این هم یه اپوزیسیون. اپوزیسیون سوم اپوزیسیون جمهوری اسلامیه که این اپوزیسیون اتفاقا مردمی ترین و واقعی ترین اپوزیسیون در سطح سیاسی ایرانه. آقای شهرام آقایان شما تو اون 2 دسته اول جا میگیرید. اپوزیسیون رو علی جوانمردی به 3 دسته تقسیم نکرد. اولا 3 سال و نیم پیش رستاخیز سیمرغ اومد اینو مطرح کرد، سرحداش هم هست که بحبه و چهچه هم میکنی که فلان است و بسرد. من سپاسگزارم هم جمع که آقای شما هم خدمه در سانه پیگه برنامه رو دیدن وقت گذاشتید، لطفا برنامه رو شیر کنید. بس حضورتون مرخص میشم تا برنامه بعد. پاینده ایران جاوید شاه و خدا میگرد. قربان سعی جان بدرود. تو باد یه بانوی در اینستاگرام پرسش کرده، یه مطلبی هم نوشت که من دیگه ناامید شدم و میخوام بذارم برم و مجازی رو ببندم و نمیدونم این چطور که آدم میشنم دیگه امید نداره و تلویزیون ها رو همه رو بستم. و خب ببینید، وقتی شما در طول یک برنامه 4 ساعته برداشتتون از صحبت ها و این همه حرفایی که زدیم، اسنادی که نشون دادیم این باشه و در نهایت هم یه همچی چیزی رو بنویسید، نشون دهنده اینه که هنوز از خرد استفاده نمی کنید. شما فقط یک واژه به اسم دشمنی با جمهوری اسلامی رو یدک می کشید اما بلد نیستید که چه کار باید بکنید. کسی که هنوز بعد از 43 سال تازه متوجه شده، یا شاید امشب متوجه شده که تلویزیون ها رو باید خاموش بکنه دیگه، پای منبر امثال رژیم اینترنشنال و بی بی سی، آیت الله بی بی سی اینا نشینه، یا تلویزیون های فکستانی لس آنجلسی، خب این صحبت های ما براش خیلی ثقیله، جا نمیافته، منظور متوجه نمیشه اصلا که آقا اگر میخواهید راه مشخصه، هدف معلومه. اون کسی که میاد هنوز میگه جمهوری، یعنی ادامه دهنده راه کسانی هستن که سال 57 رولله خمینی و علی خامنه ای رو بردن. مسیر کاملا مشخصه. اگر شما در این حد از سطح دانش هستید و به بلوغ سیاسی نرسیدی، اصلا نباید کاری بکنی، برو بشین، باید بری کف خیابون، بالاخره یه جا متوجه میشی واقعیت چیه. اگر متوجه شدی دیگه کسی ناامید نمیشه، راه درست رو پیدا میکنه، در مسیر درست حرکت میکنه، اجازه نمیده هر بنی بشری از راه برسه سرشو کلا بذاره، شیره به مال سرشو برش داره بکشه، یه روز ببره توی یه گروه، فردا ببره پای یه منبر دیگه، پس فردا ببره پای یه رادیوی دیگه، 4 روز دیگه ببره پای یه تلویزیون دیگه، پس فردا 40 تا اپوزیسیون جدید رشد میکنه. بعد از این انتصابات جمهوری اسلامی منتظر باشی اپوزیسیون جدید رو شما شاهد خواهید بود، افراد جدید در دل اپوزیسیون رو شما شاهد خواهید بود،
خب باز یه دسته دیگه از مردم فریب میخوان میرن سمت اونا. خب اینجا مقصر شمایید که با یه خورما گرمیتون میکنه با یه مویز سردیتون میکنه، هم خدا رو میخواید هم خورما. نمیشه اینجوری، به هیچ عنوان این امکان پذیر نیست. بنابراین شما پیشنهاد میکنم من این برنامه رو دوباره در قسمت در اینستاگرام میذارم که کامل ویدیو رو ببینید، اسنادی که منتشر شده رو ببینید. یه چیز دیگه هم بگم که ما نه اعتراضات نه فراخوان اعلام میکنیم نه تاریخ اعلام میکنیم، ما فقط کارمون افشاگری اطلاع رسانیه. میشینیم رو همین مطالب تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، میریم سایت ها رو اسناد در میاریم، ویدیوهای مختلف رو میبینیم، کارهای مختلف رو میکنیم که بتونیم اطلاعات بیک رو دست اول به مردم برسونیم تا براشون شرایط روشن بشه، مهیا بشه. مثل فریبی که سر قضیه جو بایدن و ترامپ خوردن دوباره تو چاله نیفتن. برید بشینید این ویدیو رو ببینید که قشنگ بفهمید که بابا مافیای ضد ایرانی برای نابودی من و شما ایرانی و کشورمون تا 40 سال دیگه خوابشو دیده. یک برگ برنده اینجا بیشتر وجود نداره و اون فقط و فقط ما ملت ایران هستیم که میتونیم تمام این معادلات رو همه رو به هم بریزیم، همه رو. این که آینه میدونم کسانی که دنبال جنگ مسلحانه هستن مطمئن باشین دنبال بقای جمهوری اسلامی و رسیدن به رفرم شکلی هستن، مطمئن باشین دشمن مردم ایران هستن. کسی که هنوز بعد از این همه درگیری، بعد از دیدن صحنه سال 98 به این مهم نرسیده که اگر یک آدم شخصی، یک ایرانی یه دونه تفنگ بادی بیاره بیرون، مطمئن باشید جمهوری اسلامی با تانک میاد بیرون و جمهوری اسلامی منتظر یک همچین روزی هست که به جامعه جهانی بگه ببینید اینها همه تروریستن، با اسلحه اومدن دارن میکشن، ما هم طبق قوانین تمام کشورهای دنیا زدن تروریست آزاده، ما هم داریم از امنیت عمومی دفاع میکنیم. یه مقدار شعور سیاسی، یک مقدار شناخت دشمن تو این شرایط کمک میکنه که آدم بتونه راه درست رو پیدا کنه. عزیزان سپاس از شما که من کمالپور هستم، دوست عزیز فامیلی من اشتباه نوشتید. سپاس از این که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. اگر دنبال این هستید که چطوری معادلات رو به هم بریزید، کسی راهکار رو در پابلیک بیان نمیکنه دوست عزیز. سپاس از این که دقیقاً 4 ساعت و 5 دقیقه همراه ما بودید. دوستان این برنامه رو اشتراک گذاری کنید دوباره. طبق معمول همیشه بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا برنامه دیگر بدرود.